دوستان گرامی، درود بر شما. پتف چراغ را در آخرین دم سوزش سماجتی است. این گفته نیما مثل دیگر شاعران بزرگ ادبیات ما معنایی گسترده دارد. در رابطه با عملکرد آدمی هم شامل ظالم است هم مظلوم. نمونه بارز امروزیش قصه پرغصه مظلومی است به نام محمد نوریزاد در زندان ظالمان و تحت شکنجه روحی و جسمی نظامی نهاده شده در ظلم. مرد با شهامتی که تا رمق آخر سماجت بکند در حفظ شهامتی که او را رسانده است به رمق آخر در درگیری با حکومتی ستمکار که با وجود به پت افتادن چراغ عمرش هنوز دست نمی کشد از سماجت در ستم کردن. در نگفتن سخنی درباره این زندانی دلاور مدت هاست دندان بر جگر گذاشتم، این دست و آن دست کردم، از بیم آن که مبادا حرفی از ما طایفه خوارج که دیگر اتهامی نیست به همان نبسته باشند بر وخامت کار او بیفزاید. اما برای زندانی کارد به استخون رسیده‌ای که به گفته خودش محکوم است به 80 بار اعدام، چه تفاوتی دارد 80 بار اعدام با 81 بار اعدام؟ از کجا رسیده است محمد نوریزاد به این حفره تاریکی که از هیچ روزنی برای نوری نیست؟ همه داستانی است پر آب چشم. خود او قطره ای از موج عظیمی بود که در تظاهرات 57 از ته دل فریاد میکشیدند نه شرقی نه غربی، جمهوری اسلامی. چند سالی هم در حالی که همچنان سنگ انقلاب به سینه میکوفت، چون بسیاری دیگر کم کم دریافت که دارد مشت به هاون استخوانی سینه میکوبد. اما برخلاف بسیاری از شعار دهندگان اولیه که مغموم و سرخورده به کنجی کس کردند، با همان صدای رسا اشتباه خود را فریاد کشید که آنچه فراهم آمده از انقلاب به کلی آن نیست که ما انتظار داشته ایم. و چون اهل قلم بود فریادش را می نوشت و باز چون دستی در فیلم سازی داشت آنچه را که می نوشت به لباس تصویر در می آورد. همه اینها طبعا حکومتیان را بر می آشفت، طرفان که برخی مخالفان را هم خوش نمی آمد. که تو دیگر چه می گویی؟ تو که خود دست داشته ای در برآمدن این هیولا. گفت خب اشتباه کردم، غلط کردم، کفارش رو هم که دارم به صورت توبیخ و توهین و توقیف و ضرب و جرح و شکنجه پس میدهم. شما دیگر چرا در افشاگری های من جای شک و شبهه میبینید؟ در طول سالها همین شک و شبهه ها و در مواردی بی اعتنایی مخالفان برون مرزی به حال و روز متحورانی مثل محمد نوریزاد دست و بال حکومت ولایت فقیه را در سرکوب بیشتر مبارزان داخل کشور باز گذاشته است. سرگذشت نوریزاد نمونه و مظهر مجسم چنین پدیده ظالمانه است. او گفت و شکنجه دید، نوشت و شکنجه دید، از آنچه که ناحق و ناروا می دید فیلم مستند ساخت و کفاره پس داد. با این همه هنوز اینجا و آنجا می شنوی که از خودشان است، اگر نه چرا او را نمی کشند یا تا کنون نکشتند؟ شاید به همین دلیل نکشتند، تا خودمان با چنین حکم بی‌رحمانه‌ای به کشتنش دهیم، تا مسئولیت قتل او به گردن خودمان هم بیفتد، همچنان که در مورد سعیدی سیرجانی افتاد. شاید چنین است که نوریزاد بارها طلب مرگ کرده است که دست کم باورش کنیم، نگوییم از خودشان است. بالاخره کارشناسان نظام آدم کشان هم کارشان را بلدند. صدها نفر را با 1/100 گناه نوریزاد تا کنون کشتند، 1500 تن را به جرم اعتراض به گرانی بنزین در آبان ماه گذشته از میان برده اند. اما زندانی پرآوازه چون نوریزاد را با جرم هایی که مجازاتشان 80 بار اعدام اعلام شده است اجازه تنفس می دهند تا کاوراپ یا سرپوشی بشود به کشتارهای آدم های بینام و نشان و هم محملی برای گمراهی و ساده اندیشی ما. من قصد سلب اعتبار از مبارزان برون مرزی ندارم، اما در مقام مقایسه با عدالت جویانی که زیر تیغ نظامی خونریز و انسان ستیز در ایران مبارزه کرده اند یا می کنند، کار ما مخالف خانی ناچیزی به نظر من بیش نیست.
از جمله جرائم نابخشودنی نوریزاد یکی هم مقایسه رضا شاه با خمینی بوده است. تحلیلی برای رسیدن به این نتیجه که رضا شاه همه مردمی بود و خمینی همه نامردمی. این کار اگر در خارج کشور از ما سر بزند یک مقاله یا مقایسه تاریخی است فقط، اما در حاکمیت ولایت فقیه یعنی شهامت مطلق، یعنی از جان مایه گذاشتن در گفتن یک حقیقت تاریخی. و بعد هم یک سلسله انتقادات تند و گزنده به مقام رهبری و باز رسیدن به این نتیجه که مهمترین دلیل ناکارآمد بودن قانون اساسی ولایت فقیه عملکرد شخص ولی فقیه و عدم کفایت و شایستگی او در مقام رهبری است. منطقی که بالاخره منجر می شود به صدور بیانیه معروف 14 نفر. هر 14 تن امضا کننده صاحب نام بیانیه که تغییر قانون اساسی و کنارگیری مقام رهبری را خواستار آمدند به زندان و عقوبت‌های گوناگون محکوم شدند که هنوز هم ادامه دارد. در حالی که با این همه رسانه‌هایی که در اختیار حکومت است و با این همه قلم به مزد که در اختیارش است، به راحتی میشد دلیل عدم مشروعیت ولایت فقیه را که در بیانیه آمده بود رد کرد و حرف حکومت را مثل بسیاری موارد دیگر به کرسی نشاند. اگر حتی شایبه‌ای و حق و حقانیتی البته در کارشان بود. بعد از صدور بیانیه 14 تن، هزاران نفر در سراسر جهان به عنوان نفر 15 آن را امضا کردند، از جمله خود من که شرح آن به دنبال این گفتار خواهد آمد. گفت آن نقطه که انگیخت دود، گفت آتش زده سوخته است. استخوانبندی بام و در او مرگ را لذت اندوخته است. دود برآمده از آتش دلسوخته‌ای به نام محمد نوریزاد فضای هیولایی ولایت فقیه را در زمان انتشار بیانیه 14 تن چنان آلوده کرد که تا از پت پت افتادن چراغ به روغن سوزی دچار شده حکومت فروکش نخواهد کرد. نه به زور زندان و دار و درفش و نه به ضرب شکستن استخوان‌های محمد نوریزاد که به استناد پیام‌های صوتیش مدت هاست آغوش گشاده داشته است به سوی مرگ. اما مرگ برای نوریزاد و همه کسانی که چون او از تبار نورند پایان کار نیست، که در نبرد با تاریکی آغاز راه است. دلهره نبرد هر دلاوری با اهریمن خواه در افسانه رخ دهد یا در واقعیت سهم اندوهباری است برای یاری یا همسری که چشم راه دلاور خیش است. با آرزوی تاب و توان بیشتر برای محمد نوریزاد و ابراز همدردی بسیار با همسر گرامیش به این گفتار تلخ پایان می‌دهم. شاه ایرانی بود پشت در پشت، اما امام خمینی ایرانی نبود پشت در پشت. رضا شاه به ایران می اندیشید و امام خمینی به اسلام. رضا شاه برای ایرانیان غرور آفرید، اما امام خمینی حتی برای همون اسلامش نیز چیزی جز نکبت به جای ننهاد. امام خمینی با همه آسیب ها و بدکاری هایی که داشت و با همه شناختی که از انسان و کشور و دنیا نداشت، اگر مستحق این است که در آرامگاهی اشرافی جای بگیرد و به ضرب بوق و پول و زور حکومت بشود خمینی کبیر، رضا شاه با همه سوادی که نداشت و با مقبره‌ای که بر سرش خراب کردند و با جنازه‌ای که به دم بیلش سپردن، اما به خاطر بلند مایگی‌های فردیش و برافراختگی‌های با شکوه ملیش، مستحق این است که وی را
پس از کوروش و داریوش هخامنشی کهکشان بی همتای مردم ایران بدانیم. به جای ادامه بحث نچندان شیرین انتخابات در آمریکا، پرداختم به گفتاری تلختر در رابطه به شرایط نگران کننده محمد نوریزاد، زندانی پرآوازه، چون بر اساس خبرهایی که می رسید هر روز یا شبی که می گذرد متاسفانه می تواند برای این مبارز دلاور روز یا شب آخرین باشد، در حالی که هنوز چند هفتهی به انتخابات در شرف وقوع باقی است و فرصت پرداختن به آن هست. محاکمه سینما رکس. از شما دعوت میکنم فیلم تئاتر محاکمه سینما رکس را در همین چنل به تماشا بنشینید.